16 اکتبر روز جهانی غذا است. این روز در سال 1945 میلادی تعیین شده است و هر سال نیز شعار مخصوصی برای همان سال تعیین می‌گردد. همکارم فاطمه موسوی گزارش می‌دهد. روز جهانی غذا سال روزی مقارن 16 اکتبر است که به افتخار تأسیس سازمان فاو در سال 1945 میلادی نامگذاری شده و در سراسر سر جهان گرامی داشته می شود. این روز توسط بسیاری از سازمان مرتبط با امنیت غذایی از جمله برنامه جهانی غذا و صندوق بین المللی توسعه کشاورزی نیز جشن گرفته می شود. در سال 2022 میلادی سازمان فاو با توجه به شرایط روز دنیا شعار این روز را غذا برای همه هیچ کسی نباید فراموش شود نامگذاری کرد. طبق بیانیه فاو سال 2022 ما را با یک بیماری همهگیر تغییر اقلیم، افزایش قیمت ها و تنش های بین المللی احاطه کرده است که بر امنیت غذایی جهانی تأثیر می گذارد. ما باید دنیایی پایدار بسازیم که در آن همه و در همه جا به طور منظم به غذای مغذی و کافی دسترسی داشته باشند افزایش چشمگیر قیمت مواد غذایی در جهان کشورها را به سمت بحران آسیب پذیری سوق داده است در واقع میلیون ها نفر در سر و سر جهان توانایی پرداخت هزینه یک رژیم غذایی سالم را ندارند و این امر آنها را در معرض خطر بالای ناامنی غذایی و سوء تغذیه قرار می دهد. اما پایان دادن به گرسنگی فقط از طریق عرضه مواد غذایی نیست. در سراسر سر جهان بیش از 80 درصد از افراد با فقر شدید در مناطق روستایی زندگی می کنند و بسیاری برای زندگی خود به کشاورزی و منابع طبیعی متکی هستند. آنها معمولا بیشترین آسیب را از بلایای طبیعی و ساخته دست بشر می بینن و به دلایل متعددی در حاشیه قرار می گیرند. اما شعار روز جهانی غذا در سال 2014 میلادی کشاورزی خانوادگی است. تقضیه جهانی مراقبت از زمین. لازم به ذکر است در بسیاری از کشورهای در حال توسعه یکی از بزرگترین مشکلات مربوط به تغذیه قحطی و کمبود مواد غذایی لازم برای سوخت و ساز بدن است با این وجود سوی تغذیه در همه کشورهای جهان با نمودهای گوناگون چون چاقی بدخوری یا کمخوری دیده می شود بر پایه آمار سازمان بهداشت جهانی سوء تغذیه بزرگترین عامل مرگ و میر کودکان است کمبود غذا غالبا به دلیل کمبود غذای با کیفیت بالاست که برای خوردن در دسترس است این اغلب مربوط به قیمت بالای غذا و فقر است کمبود شیردهی نیز ممکن است منجر به سوء تغذیه شود بیماری های افونی مانند ورم معده و روده، زاتوری مالاریا و سرخک که نیازهای غذایی را افزایش میدهند نیز می توانند باعث سوء تغذیه شوند. سوی تغذیه دو نوع اصلی دارد. سوی تغذیه با انرژی پروتئین و کمبود رژیم. کمبود مواد مغذی رایج شامل کمبود آهن، یود و ویتامین آ است. کمبودها ممکن است در دوران بارداری شایع شود به دلیل افزایش نیاز بدن به مواد مغذی. در بعضی از کشورهای در حال توسعه تغذیه بیش از حد به شکل چاقی در همان جوامع شروع به کمبود تغذیه می کند. این به این دلیل است که غذایی که اغلب در دسترس است سالم نیست امید است مجموعه اقدامات انجام یافته گامی باشد جهت ارتقای دانش تغذیه در جامعه فاطمه سادات موسوی اخبار شیعه